خدایان خورشید در تمام تمدن‌های باستان به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین خدا شناخته می‌شدند. این خدایان که مظهر نور و روشنایی بودند، همگی با داستانی تقریباً مشابه در تمدن‌های گوناگون ظاهر شدند. یکی از آنها مهر و یا میترا نام داشت که نه تنها در ایران بلکه زمانی در سرتاسر کشورهای شرقی و غربی پرستیده می‌شد. به عقیده مورخان گفته می شود اگر کنستانتین در اروپا به قدرت نمی رسید و اسکندر به ایران حمله نمی کرد، آیین میترا تنها مذهبی بود که می توانست سراسر جهان را در بر بگیرد و تمام مردم دنیا را به یک عقیده واحد برساند که در آن صورت تمام جنگ های نژادی، مذهبی، عقیدتی و به کلی خشونت و نفرت و احساس خودبرتری انسان ها نسبت به یکدیگر از بین می رفت. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. مهرپرستی آیین مهر و یا میترائیسم یک مذهب کهن ایرانی و آریایی است که بر اساس پرستش مهر و یا میترا بنیان نهاده شده. مهر یکی از ایزدان مهم در ایران باستان بود که پیش از آیین زرتشت و تا پایان عهد ساسانی به عنوان ایزد عهد و پیمان، روشنایی، جنگاوری و پاکی پرستیده می شد. زمان اوج پرستش میترا بین سده های دوم و سوم میلادی بود که از هند تا انگلستان و اسپانیا پیروانی داشت، اما هنوز هم در برخی جوامع بسیار مورد احترام است. مهرپرستی نام ایرانی این آیین است و واژه‌هایی همچون میترائیسم، اسرار میترائیک و یا اسرار میتراس نام‌هایی هستند که توسط رومیان و یونانیان به کار می‌رفتند. میترائیسم در دوران ظهور مسیحیت رقیب مسیحیت اولیه بود، اما در قرن چهارم میتراپرستان مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفتند و در نهایت مهرپرستی تا پایان همان قرن در امپراتوری روم سرکوب شد و به کلی از میان رفت. هرچند که دین مسیحیت دقیقاً مشابه با همان مذهب مهرپرستی بود، به حدی که مراسم غسل تعمید در مسیحیت هم از آیین مهرپرستی نشأت گرفته. پیروان میترا در مراسم مهرپرستی به طور کامل در آب فرو می رفتند تا از لحاظ معنوی پاکیزه شوند. آنها عقیده داشتند پس از بیرون آمدن از آب تمام گناهانشان بخشیده می شود و دوباره زاییده می شوند. پیش از ظهور زرتشت پیامبر ایران باستان، ایرانیان دین چند خدایی داشتند که میترا به عنوان ارزشمندترین ایزد در بین تمام آنها شناخته می شد، چرا که او خدای تعهد، پیمان و مهربانی فراوان بود. طبق عقاید زرتشتیان گفته می شود در دنیای پس از مرگ پلی به نام چینوت و یا چینوت وجود دارد که محلی برای قضاوت مردگان است. در آنجا سه ایزد میترا، سروش و رشن به ریاست میترا در مورد اعمال مردگان قضاوت و داوری می کنند. همچنین در اوستا یشتی به نام مهر یشت به میترا اختصاص داده شده که از او به عنوان ایزدی نظارگر بر همه چیز، روشنایی آسمانی، نگهبان پیمانها، محافظ نیکوکاران در این گیتی و در آخرت، دشمن بزرگ اهریمن و تاریکی و خداوند نبرد و پیروزی ها یاد می کند. در زمان اشکانیان مهرپرستی به غرب نفوذ کرد. مهرپرستی و آیین‌های آن با روحیه جنگجوی اشکانیان بسیار سازگار بود. بنابر روایات تاریخی، موقعی به نام استانای استانز برای نخستین بار مهرپرستی را به غرب ایران برد و در آنجا رواج داد. در آیین زوروانیسم هم که در دوران ساسانیان در ایران بسیار رواج داشت، میترا کسی است که بین اهورامزدا و اهریمن داوری می کند. در اعتقادات زوروان پرستان، زوروان خدای زمان بیکران است که در ابتدای خلق عمر هستی به هدفمند بودن جهان شک کرده و به دلیل این شک و تردیدش اهریمن خلق شده. به عقیده زوروان پرستان، جهان ما به مدت 9000 سال تحت سلطنت و حکومت اهریمن است و در این مدت اهورامزدا سعی در خلق موجوداتی پاک از جنس خود دارد تا با اهریمنان بجنگند.
البته ما قبلا در این ویدیو به عقاید زوروانیزم و خلق اهورامزدا و اهریمن پرداختیم که لینک آن را در قسمت توضیحات قرار دادیم. تولد میترا در عقاید مهرپرستی با دو روایت گوناگون شرح داده می شود. روایت اول، میترا با قدرت نور از دل سنگی درون یک غار متولد می شود. او در هنگام تولد یک شمشیر و یک تیرکمان را در دستانش نگه داشته و یک کلاه قرمز رنگ را بر سر دارد. کلاهی که همکنون با عنوان کلاه بابا نوئل در غرب شناخته می شود. روایت دوم، آناهیتا الهه آبها و باروری در حالی که کاملا باکره بود در یک غار میترا را به دنیا آورد و او را در گل نیلوفری با 12 گلبرگ پوشاند، گلی که یکی از نمادهای مهم میترا در دنیای باستان است. در این روایت همچنین گفته می شود میترا در هنگام تولد یک گوی در دست دارد که نشان دهنده عالم هستی است. میترا به محض متولد شدن، گاو نری را بر زمین میزند و بر پشت آن مینشیند. بعد شمشیر خود را بر کتف گاو فرو میکند و او را میکشد. در این لحظه، یک سگ و یک مار برای لیسیدن خون گاو میآیند و یک عقرب برای نیش زدن گاو سر میرسد که سگ نماد پاسداری، مار نماد زندگی و عقرب نماینده اهریمن است. سپس میترا خون گاو را بر زمین می پاشد و سرسبزی را به ارمغان می آورد. عقیده بر این است که میترا دو معجزه دارد. معجزه اول این است که با پرتاب تیر خود به سمت یک سنگ باعث شکافتن آن و جاری شدن آب مقدس می شود. آبی که به آن آب جاودانگی نیز گفته می شود و ما در این ویدیو به آن پرداختیم. معجزه دوم میترا شکار است. میترا سوار بر اسب خود میتازد و حیوانات را شکار میکند. تمام تیرهای او به هدف میخورند و با هر تیر موجودی را شکار میکند. پس از شکار به سراغ دشمنان خود میرود و آنها را از پای در میآورد که لقب میترا شکست ناپذیر از همین معجزه او نشأت گرفته. و اما میترا در آخرین روز زندگی زمینی خود در مهمانی با شکوهی که درون یک غار برگزار شده بود شرکت میکند و همراه با پیروانش نان و گوشت گاو میخورند و خون گاو و شراب مینوشند. سپس سوار بر عرابه خورشید شده و به آسمان عروج میکند. میترا در حقیقت ایزد پرتوی خورشید است و ایزد خورشید سول نام دارد. سول کسی است که میترا را سوار بر عرابه مینویی خود کرد و او را با خود به آسمان ها برد. میترا در روز رستاخیز دوباره باز خواهد گشت تا به پیروان خود یاری برساند و آنها را از بند اهریمن رها سازد. شباهت های آیین مهرپرستی و دین مسیحیت به قدری فراوان است که به راحتی میتوان گفت مسیح همان میترا است، فقط با جسم و اسمی متفاوت. برخی از شباهت‌های این دو مذهب عبارتند از مراسم غسل تعمید و تطهیر برای پاک شدن گناهان، نواختن ناقوس در نیایشگاه‌های میترا و عیسی مسیح، سرودن و نواختن موسیقی‌های مقدس و روشن کردن شمع در معابد، مراسم شام آخر و خوردن نان و شراب، 12 مقام میترایی و 12 حواریون مسیح که به عنوان همراهان اصلی میترا و مسیح شناخته می شوند، مقدس بودن روز یک شنبه که به آن روز خورشید می گویند و در آخر عروج میترا و مسیح به آسمان ها و ظهور دوباره آنها در روز رستاخیز. همچنین جالب است بدانید در آیین مهرپرستی هر کسی نمی توانست پیرو میترا باشد و شخص باید در مراسماتی به خصوص لیاقت خود را برای پرستش میترا اثبات می کرد. مراسماتی با 7 مرحله که با نمادهای بحث برانگیز و بسیار جالبی همراه بود. اما چون مطالب مربوط به این مراسمات کمی پیچیده می باشند، ما در ویدیوی بعدی به آنها خواهیم پرداخت.